بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. دوستا قصه میخوام عرض کنم. یه دوستی داشتیم که آمده بود و یه تغییر احوالی یافته بود. مدتی خیلی حالت خوش خوبی داشت و یه ذره دیده بودم حالتشو. نزدیک محرم رسیده بود، اون بزرگترشون بهش گفته بود که تتما بحثای شبای گذشته است، فرموده بود که سعی کن این تتمه آشغالا رو توی محرم بریزی دور. حالا داستان دوم یک کمی توضیح میده جریان. آقایم زمان جوانی عرضم به حضور در مغازش رفتم، یه بار پارچه فروش بود، هم رفتیم مثلا اولین لباس قبامون از ایشون بخریم. خیلی آدم خوبی بود، هم متاسفانه اسمش ایناش یادم رفتیم، سید پاکیزه‌ای بود. این شاگرد مرحوم عاشق رجب‌علی خیاط بود. عرضم به حضورتون، خب اون وقتی که ما ایشون رو دیدیم مثلا 60 سال این وقتا بود سنش، فکر میکنم مثلا به 90 سال حرفا بیشتر از 90 سالم رسید. جلسات مرحوم عاشق رجب‌علی خیاط رو ایشون اداره میکرد. اون جلسات هم زمان جوانه اون بود دیگه، چند جلسه رفته بود، جلسات کوچولوی خوبی بود. شروع میکرد ایشون با ترجمه چند تا آیه. قرآن باز بودی، قرآن بزرگ بود، سیر آیات ترجمه داشت. فکر نمیکنم خودش میتونست ترجمه کنه، همون ترجمه های زیر آیات رو میخوند. بعدم یه دنگی صدا داشت، صدای گرمی داشت. اون وقت یه غزل از غزلهای فیض میخوند. فیض غزلهای گرم خوب داره، رضوان الله علیه. بعد هم یه دعای از 15 مناجات های 15 از اونا یه دعاشو میخوندن. بعد هم دعا میکردن و میرفتن. خفش 10 تا مثلا 10 تا 12 تا پیره معمولا هم مسن بودن تو اون جلسه بودن. ایشون گفتش که من جوان بودم، آشغالا رو میخوام عرض کنی، جوان بودم، من پدرم بزرگ بازار یه مغازه برام باز کرده بود، همین پارچه فروشی، اون نامنشون داشت اون وقتا توی پارچه فروش ها. عرضم به حضورتون، منو مغازه برام درست کرده بود و پارچه فروش بودم، مثلا 16 سالم بود، 15-16 یه همچی سن نگفت، 15-16 سالکی. گفت پسرم میخوام که کاسب حبیب الله بشه،
فرمودن کاسب حبیب خداست، میخوام پسرم کاسب حبیب الله بشه. خب ما کارمون میکردیم. آقای مرحوم آقاش خرج ولی هم میامد گاهی در مغازه ما میشست. یه روز نشسته بود و یه کسی اومد هر زن به حضور پارچه خواست و ما پارچه رو گشتیم رو میز و گفت جنسش چیه؟ جنسش پشم و نخ بود. من گفتم پشمه، نخش رو نگفتم. خرید نخرید نمیدونم رفت. شیخ گفتش که بلکه اون رفت فهمیده با خودت چیکار کردی؟ کار نکردم. فرمود که وقتی این حرفو زدی شیطان پیشونتو ماچ کرد، گفت مثلا قربون این صورت برم. ای ما میخواستیم کاسب حبیب الله بشیم، شدیم رفیق شیطان. عجب کاری کردیم. این تا اینجا قطع شد، این داستان قطع شد. بعد یه چیزی گفت، گفتش که من یه آرزو داشتم. که آدم یه ذره دقت بکنه میفهمه که چه آرزویی داشته. من یه آرزویی داشتم به ایشون گفتم. ایشون فرمود که شیخ رجب علی گفتش که تو یه میدون آشغال داری. چند سالش بود؟ چند سال پیش میشه؟ ایشون مثلا 90 سالگی فوت کرده. اون وقتی که ما دیدیم ایشونو مثلا 40 سال پیش 40 سال پیش بیشتر من ایشونو دیدیم، اون وقت مثلا 60 سالش بود. 40 سالو 60 هم برید تا مثلا 16 سالگی 80 سال پیش، 80 سال پیش بازار، این کثافت خونه بازار امروز که نبود که. عرضم به حضورتون اون وقت این میگه تو یه میدون، یه میدون مال فروشان اینجا داشتیم قدیمی ها اونه بنام که یادش شدون. خب فکر نمی کنم شاد حاج سعید هاشون یه میدون مال فروش به اندازه میدون مال فروش ها تو آشغال جمع کردی باید اینا برطرف بشه. بعد افتاده ما افتادیم شبهای جمعه تا سحر و نالهی در خون خدا و که بار سباک بکنیم. اینو عرض میکنم از این آشغالا ما خیلی جمع کردیم. بحثمون سر این بود که میخواستیم به اینجا برسیم که گریه بر حضرت حسین آدمو پاک میکنه. من خب حالا من چقدر آشغال جمع کردم، چقدر. یه مشکل ما داریم این است که اونها رو که آدم تکرار میکنه تبدیل میشه به صفات بد، اون دیگه به یه ذره درست نمیشه. خدایی نکرده، خدایی نکرده. من هر چیز به زبونم میاد میگم. خب الان یه بار گفتی، با دو بار گفتی، بعد سه بار گفتی، صد بار گفتی، هزار بار گفتی، این تبدیل میشه به بی‌حیایی. بی‌حیایی با یه مجلس گریه پاک نمیشه. این نمیشه. بحثمون اینه. از شب اول که شروع کردم عرض کردم که حالا اینش که میشه گفت بگید همه ما معتقدیم هستیم و نیستیم که امام زمان اینجایی که ما هستیم الان حاضره. هستیم و نیستیم امام زمان اینجا که ما هستیم حاضره، نه تو مجلس ما اومده. آخه بجیم که مثلا اومد تو مجلس ما، مجلس ما چیه؟ شون حاضره، همه عالم حاضره، خب اینجا هم حاضره. خب باید حاضر باشه چون شاهد اعمال ماست. بسی باشه شبای عرض شاهد اعمال ماست. ذره ذره اعمال ما تحت نظر مبارکشه. تو عمق جون منو میدونه تا ظاهر
مثلا عشق آب داخل بنده، اصلا عشقم نیست، اصلا همش آبه، همشو میدونه، از این پوسته عمل ما از تا اون عمق جان ما رو اون میدونه، حاضره، ناظره، شاهد اعمال ماست. خب اون شاهد رو هیچ چیز دیگه. آقا من خدمت شما نشستم دیگه، من خدمت شما حاضرم، شما نزد من حاضری، اون حاضرتر از من و شما پیش ماست، چون اگر باشه من هستم، چون هست من نشستم اینجا، نه مثل این که مثلا یه فرض کنید که نمیدونم یه مجسمه یخی آب میشه، چه جور آب میشه؟ از اون این چیزی نیست، اگه اون نباشه ما هیچی نیستیم، هیچ واسطه بین خدا و خلق دیگه. امام زمان واسطه بین خدا و خلقه، اگه این واسطه نباشه این خلق نیست، اصلا هیچی نیست، اینقدر حاضره. یعنی اگه او پشت سر من نایستاده باشه و پشت سر همه ماها، پشت سر همه اشیاء عالم اگه نباشه اینا نیستن، اینقدر حاضره. یعنی 100,000 برابر لفظش اینجوریه، 100,000 برابر اینکه من نزدیک شما حاضرم، شما نزد من حاضری، او حاضره. خب این حاضر ما چرا نمیبینیم؟ چرا برای من غایبه؟ چرا امام غایبه؟ اینو من دارم میگم، این حاضر میتونه حاضر باشه. باز یه داستان از مرحوم حاج آقای حق‌شناسی که مکررم برای دوستان عرض کردم. یه کسی خواب دیده بود ایشونو، گفت من خواب دیدم شما توی وضوخونه دارین وضو میگیرین. فرمود وضوم تمام شد؟ عرض کرده بود بله آقا. اون آدم خیلی خوبی بود، اون پیرمرد خیلی پاکیزه خوبی بود. گفت بله آقا وضوم تمام شد. فرمودم که این نشانه یک حجه، حج یا عمره است مثلا. بعد اینو گفت آقا یه آقایی هم شما این لب حوض باشه دود، یه آقایی اینجا به دیوار تکیه کرده بود. فرمود اون آقا همیشه با منه. آقایی چرا من نمیبینی؟ آقایی که همیشه حاضره. این موانع نمیگذارم. موانع چی بود؟ عرض کردی گناهان منه. گناهان بدتر از گناه دیگه مانعی وجود نداره. گناه همه بدی های، دقت کنید، گناهان همه بدی های بعدی منو، مرا هم اونا میسازن، گناهان میسازن. اخلاق بد خیلی بده، 100,000 بار بدتر از گناه بده، اما اون اخلاق بدم اعمال من، گناهان من ساختنش. از تو دل من که نرویده، که بی خودیه نرویده، در اصل اعمال بد منه. مثال که عرض کردم، من که زبونم کنترل نمی کنم، چشمم کنترل نمی کنم، هر جایی رو نگاه می کنم، هر فیلمی رو نگاه می کنم، هر عکسی رو نگاه می کنم، هر اینترنت، هر نگاه میکنم، ثمرش میشه بی حیایی. هر حرفی میزنم ثمرش میشه بی حیایی. خرچی بدی ها خوبی ها ته ندارن، هرچی من کار کنم رو بدی بدتر میشم، ته داره. تو ابد هم شما کار کنی بدتر میشی، تو خوبی هر چی بیشتر کار کنی خب خوبتر میشی، هی خوبتر میشی. خب در هر صورت گناهان من مانه، من امام حاضر و ناظر خودم رو، امام حاضر و ناظر. این حدیث هم عرض کنیم و جمعش کنیم تا باز انشالله فردشم به فضل خدا انشالله خدمت حاج آقای عسکری باشیم و خدمت شما باشیم و بندم باشم خدمتتون.
به ابوذر فرمود که یه جوری عبادت کن مثل این که خدا را میبینی، اسمی رو میگن احسان. احسان آن است که شما خدا را عبادت کنی. قرآن داره محسن دیگه، محسنین رو با متقین یه جوری توصیف کرده قرآن، محسنین و متقین. محسن یعنی صاحب احسان. ما الان صاحب احسان صحبت بود دیگه، صاحب احسان کردن. فهمیدن علی احسان ان تعبد الله که انک تراه، تو خدا را عبادت کنی گویی او را میبینی. این امکان داره. الان چرا اینجوری نیست؟ اصلا الان فرض نداره برای ما، اصلا فرض نداره. فقط ممکن است خیالی از یه خدای غایبی در خاطر ما بگذرد. یه خدای ما دیشب عرض کردیم خدای ما غایبه، یه خدای غایبی گاهی یادش میفتیم، گاهی یاد خدای غایبی میفتیم که گفتن دعا مخ العبادت، مخ عبادت دعا، مخ. واسه اینکه گاهی شما هم همه ما هم ممکنه خدا مرحمت کنه یه وقت توی مناجاتی یه ذره حضور را احساس کنید، یه ذره. این به این دلیل از همه عبادت ها برتره. مخ گفتن، مخ عبادت. حالا فرمودم که احسان این است که خدا را عبادت کنی که انک تراه، گویی او را میبینی. این یه مرحله است. یه مرحله، مرحله بالاترم داره آقا، مرحله بالاترم داره. اونی بود که دیشب عرض کردیم امیرالمومنین فرمود برای ما هم سفرش هست. این سفره برای ما هم پهنه. این سفره امامت برای هیچ کس پهن نیست. سفره رسالت، منصب رساله برای هیچ کس نیست، هیچ کس، هیچ فرض نداره. اما این سفره بازه، این برای فقط یه صاحب همت میخواد، صاحب همت میخواد. شعری بود، من شعر بلد نیستم، این همه شعر ده تا نیست، اصلا پنج تا نیست. حالا این شعر تازگی سابقا شنیده بودم، نوشته بودم، نمیدونم شما که یاد ده. ما قدم از سر کنیم، ما قدم از سر کنیم در طلب دوستان، ما قدم از سر کنیم در طلب دوستان. اینجا به پا نمیتوان. اون نیم بیتش یادم رفت. احسان این است که خدا را عبادت کنی گویی او را میبینی. امیرالمومنین فرمود که من خدا که نبینم، نه مثل اینکه، چون نگفت مثل اینکه، من خدایی رو که نبینم عبادت نمی کنم. این سفره برای من پهن. آقا این تا میگی میبینی، من فکر میکنم مثل در دیواره. دیشب عرض کردم، حالا این عدد رو میگم، این عدد نیست مطلبش، صد هزار برابر این که شما در برابر منی، این دیوار مقابل منه، اون دیدنه. اون دیدن یه دیدنیست، از میگم صد هزار برابر از این که من شما رو میبینم شما منو میبینی. این نیست، یه چیز دیگه است. حالا به ابوذر دارم میگم، ابوذر یه کاری کن که وقتی عبادت میکنی مثل این باشد که تو داری خدا را میبینی. بعد یه قدم تخفیف دادن، خب اگر تو نمیبینی حالا اینجوری عبادت کن، فکر کن او میبینه، او بالا سرت وایساده. قرآن هم داره که، حالا لفظش شاد دقیق نگم، و قائمان علی کل نفس به معاملت،
او وایستاده بالا سر هر کسی، هر کس هر کاری میکنه، اون بالا سرش وایستاده. اینو توجه کن. فلم تکن تراه، اگر تو او را نمیبینی او تو را میبینه. اینجوری خالق بارد کن. این مرحله سومه. ما خیالش هم نمیکنیم، آرزوش هم نداری. عرض کردیم که این نکترم عرض میکنم و تموم شد. گریه بر امام حسین این موانع را برطرف میکنم. مثل سیل میآید، مثل سیل است که میتواند موانعی که از این نوع موانعی که عرض کردیم ریشکن کنه ببره. اما باید در کنارش کارم کارهای دیگه هم بکنی. این کارهای دیگه هم بکنی رو انشالله فردا شب اگر خدا مدد کرد عرض میکنه. تو کربلا غلام تنها جون نبوده. حالا فعلا این مقداری که الان من یادم دیدم دو تا غلام دیگه هم داریم، یه واضح ترکیه، یکی دیگه هم هست. همون کاری که امام حسین با جون کرده با اون دو تا غلام هم کرده. عیناً متن مختله رفته بالا سرشون، صورت گشته به صورتشون. صاحب کرمه سلام علیک یا ابا عبدالله على الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم سلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين